امشب من میخوام راجع به عارف عزیزم صحبت کنم. من با عارفم اون زمان ها خاطرات کوتاهی دارم، ولی این مرد خیلی هم محجوب بود و همیشه هر موقع میخواستیم میامد. البته خود عارف پاپولر بود، احتیاج به چیز نداشت که ما بهش کمک کنیم، ولی خب اینا همه همدوره های زمان گوگوش بودن و همینطور پاپولر و تاریخچه موزیکشون سلطانشون اینا خیلی بود. آره وقتی که میامد رو صحنه با یه ابهتی میامد، مردم بهش خیلی احترام میذاشتن و آهنگاش خاطر انگیز بود. خیلی دوستش با همدیگه یه می بزنیم. اومد بدم عارف جان چند دفعه خاطر خواه شدی؟ والا خاطر خواهش که چی بگم، صد برابر خاطر خواه شدی، ولی کارم شغلم ایجاب نمی کرد که بتونم قاطیشم و عشق کنم. دستان که خیلی طرفدار داشت، اون طرف میز اونم یه سری نشسته بودن، چند تا خانم بودن و دو تا آقا بودن. اونا هر کدوم بودن با عارف عکس میگرفتن، عکاس میامه خوش عکاس داشت اون موقع، عکس میگرفت مردم همونجا میداد. خدا عارف جان تو که اینقدر پاپولاری اینقدر چیزی، چرا انتخاب نمی کنی زندگی رو شروع کنی؟ گفت بابا میدونم چیکار کنم، من وجود دست دلم نزم. دلش پر بود، حالا اکید نمیدونم گذشت. عارف و ما چندین بار تو میامه آوردیم و هر موقع هم میگفتن میامد و واقعا کلاس و شخصیتش خیلی بالا بود و شخصیت داشت و این شوق هم بالا نمیستد که مثلا حقوقشو بگیره و بره، ولی ما خواهم معمولا شب به شب حقوقا رو میذاشیم تو پاکت. اینا که حسابداری رد میشدم و میرفتم میگرفتم. ما میگه همچین داستانایی با این خواننده ها داریم. اینا خواننده های بزرگ اون موقع، من پرمودش رو نکردم. اینا و خاطراتی که تو میامه میامدم من ازشون دارم و واقعا اینا ستونای پاپ موزیک ایران بودن، مخصوصا بیگن و عارف.
انیوی اینم از عارف عزیزم که انشالله که یادش میکنیم هر جا هست خوش باشه و موفق باشه. عارف جان سلام من قبول کن، انشالله یه روز تو اله ببینم بشینیم یاد همون میامه با هم حال بکنیم.